من میخوام تجربیاتم در رابطه با جوجه کشی رو با شما در میون بذارم. پس اگه به جوجه کشی با دستگاه علاقه مندین یا میخواین این کار رو شروع بکنین، حتما ویدئوهای من رو دنبال بکنید. سلام، من نسترنم. اینجا چنل نسترن فارم لایفه. به چنل من خوش اومدین. امروز میخوام در رابطه با شروع فرایند جوجه درآوری با استفاده از دستگاه جوجه کشی براتون صحبت بکنم. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و میخواین تجربیات زندگی روستایی من رو بیشتر بدونین، این ویدیو رو لایک، چنل من یعنی چنل نسترن فارم لایف رو سابسکرایب و زنگوله کنارش رو فعال کنین تا هر وقت ویدیو جدید آپلود کردم بتونین مشاهده بکنید. مرسی. خب اول از همه من این رو بگم که من با دستگاه 126 تایی به لشین دماوند و همینطور 1848 تایی فکر میکنم کار کردم. دوتاشون خیلی با هم تفاوت دارن، ولی من میخوام با 126 تایی شروع بکنم که هندل کردم و در واقع انجام دادن کارهاش به تنهایی برای خودم خیلی راحت تره و یعنی از اول تا جایی که جوجه ها رو بتونم وارد بازار فروش بکنم، همه کاراشو خودم به تنهایی میتونم انجام بدم. پس اگر شما هم دارین این ویدیو رو میبینین و علاقه دارین که یه کار رو شروع بکنین و یه مقدار پولی دستتون هست که میخواید یه کار رو شروع بکنین، توی روستا هستین، حتما میتونید کار با دستگاه جوجه کشی رو در نظر بگیرید. من کار با دستگاه جوجه کشی بزرگ رو خیلی سریع پیشنهاد نمی کنم. یعنی چی؟ اگر یک بار جوجه کشی رو انجام دادید با دستگاه جوجه کشی کوچیک، هیچ وقت سریع نرید دستگاه جوجه کشی بزرگ رو بخرید. سعی کنید تجربیات کافی با همین دستگاه کوچیک رو به دست بیارید و سپس دستگاه جوجه کشی بزرگ رو بگیرید. توی هر سری که شما جوجه کشی انجام میدید تجربیات مختلفی به دست میارید. یعنی اینجوری نیست که با یک بار جوجه کشی بتونید همه تجربیات رو یک جا در همون تایم اول به دست بیارید. پس بنابراین اگر میخواد دستگاه جوجه کشی بزرگ بگیرید، سعی کنید با کوچیک شروع بکنید و چند بار، تاکید میکنم چند بار، 7 بار، 8 بار جوجه کشی رو انجام بدید و سپس دستگاه جوجه کشی بزرگ رو تهیه بکنید. اول از همه چی؟ تهیه تخم مرغ از یک شخص مطمئن هست، از یک منبع معتبر هست. اگر به صورت روستایی زندگی میکنین، از دوروبریاتون که مطمئن هستن و مرغ‌های سالمی دارن، خروس‌های سالمی دارن، میتونید از همونها به تعدادی که لازم داری تخم مرغ تهیه بکنید. اگر توی شهر زندگی میکنید و میخواین این کار رو انجام بدین، اولا بگم که یک فضای خیلی بزرگی میخواد و فکر نکنم توی آپارتمان بشه کسی این کار انجام بده. خب باید حتما خونه بزرگ باشه و فضای مناسبی برای این کار رو داشته باشه و اینکه همسایه هم خب اذیت نشن. سعی کنید یک بار تهیه بکنید، حالا به صورت کم. بعدش تخم مرغ رو اگر به اون شخص اعتماد کردیم بیشتر ازش خریداری بکنید. من خودم در واقع از یکی از همسایه ها این تخم مرغ رو تهیه کردم. تخم مرغ های من یه مقدار سفیدن، با اینکه من محلی گرفتم، تخم مرغ محلی گرفتم یه مقدار سفیدن. راستش موقعی که من داشتم تخم مرغام رو میگرفتم خودم اونجا نبودم و پدر همسرم برام تخم مرغ رو تهیه کرد و ازش خیلی ممنونم. ولی سفیده و خیلی جالبه برام، دقیقا مثل تخم مرغ شانسی میمونن و میخوام در واقع بعد از اینکه هچ شد ببینم که چه نژادی داره. یعنی امیدوارم به اون مرحله از هچ برسم. یعنی واقعا شما از روزی که تخم مرغ رو وارد دستگاه میکنید تا روزی که در بیاد کلی استرس دارین که نکنه یه وقت در واقع تخم مرغ به وجود نیان یا کار شما یه جاییش اشتباه باشه. پس از اینکه تخم مرغ رو از جای مطمئن تهیه کردید، میرسیم به سراغ دستگاه. البته قبل از اینکه بریم سراغ دستگاه یه نکته هم اعلام بکنم. اگر میخوان تخم مرغ رو از لحاظ ظاهر تشخیص بدید، حتما ویدئوی من که یکی از این بالاها میاد ببینید. در رابطه با انواع پوسته تخم مرغ صحبت کردم که بتونید از ظاهر تخم مرغ سالم بودنش رو تشخیص بدید. حالا میریم سراغ دستگاه جوجه کشی. دستگاه جوجه کشی من همین دستگاهی هست که این پایین دارید میبینید. توی همین اتاقی که من دارم فیلم میگیرم دستگاهمو گذاشتم، چون که الان هوا سرده و نیاز دارن که یک جای گرمی باشه دستگاه. جای خیلی گرم نه، جای محیطی که بین 22 تا 26 درجه سانتیگراد باشه. قدم بعدی تمیز کردن تخم مرغ هاست.
یعنی تخم مرغ‌ها رو شما باید به یک شکلی تمیز بکنید با استفاده از دستمال نمدار. خب هیچ وقت نباید دستمال خیلی خیس باشه که در واقع یک لایه کوتیکول دارن این تخم مرغ‌ها که از سوراخ‌های تنفسی تخم مرغ محافظت میکنه تا میکروب وارد این در واقع از طریق این سوراخ‌های پوسته وارد تخم مرغ نشه و تخم مرغ رو آلوده بکنه. پس بنابراین به صورت طبیعی یک لایه کوتیکول روی تخم مرغ ها وجود داره که ما نباید اینو از بین ببریم. پس برای این کار به هیچ عنوان از مواد شوینده و شستن تخم مرغ ها حتی با آب، یعنی شما فقط با آبم، یعنی بشورید با آبم میره، مواد شوینده که هیچی، پس آبم نمیزنیم، فقط با دستمال نمدار، اونم در مواقعی که ممکنه تخم مرغ‌ها یه مقدار کثیف باشن یا حالا یه مقدار مدفوع پرنده‌ها بهشون چسبیده باشه، یه مقدار گلی باشن، در اون مواقع میتونید استفاده بکنید. اگر خیلی تخم مرغ‌ها کثیفن به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشه داخل دستگاه جوجه کشی قرار بدین. به خاطر اینکه دستگاه جوجه کشی شما فکر کنید یک سبد سیب دارید، یکی از این سیب‌ها خرابه، پس مطمئناً روی بقیه سیب‌ها هم تاثیر داره و در واقع اون‌ها رو هم ممکنه خراب بکنه. پس بنابراین از گذاشتن تخم مرغ هایی که اطمینان نداریم بهشون تکون میدین، خیلی شدید تکون میخوره، حالا میگم حالا زیادم نباید تکون داد تخم مرغ، ولی مشخص میشه تخم مرغ یه حالت سنگینی داره یا اینکه تخم مرغ مونده هست، نباید اصلا از تخم مرغ مونده استفاده بکنید. یعنی تخم مرغ ها تا یک هفته دیگه آخرشه که شما بتونید بذارین داخل دستگاه و ازش جواب بگیرید. توی زمستون این وضع خیلی بهتره، به خاطر اینکه بهترین دمایی که بخواید تخم مرغ ها رو نگهداری بکنید تا بعدش وارد دستگاه جوجه کشی بکنید 12 درجه هست. یعنی قبل از اینکه حتی بخوام بیارین توی محیط 22 تا 26 درجه باید توی محیط 12 درجه قرار داشته باشن. توی زمستون گندیدن و خراب شدن تخم مرغ ها زیاد اتفاق نمیفته. پس بنابراین از تمیز بودن تخم ها برای قرار دادن توی دستگاه جوجه کشی حتما اطمینان حاصل بکنید. میریم سراغ دستگاه. دستگاه جوجه کشی اگر برای اولین بار دارین از دستگاه جوجه کشیتون استفاده میکنین، در حد دستمال کشیدن نمدار که بخواد گرد و خاکش از بین بره کافیه، لازم نیست که حالا کاملا بخواید با مواد شوینده اینو ضد عفونی بکنید. ولی اگر به صورت دست دوم خریداری کردین یا اینکه چندم بار که دارین ازش استفاده میکنین، تمیز بودن دستگاه واقعا خیلی تاثیر داره روی جوجه آوری. پس بنابراین من بهتون پیشنهاد میکنم، یعنی کاری که من انجام میدم چجوریه، مسواک یه دونه دارم، یعنی از این فرشه های مسواکی و از این فرشه های کوچولو که برای همه قسمت های دستگاه جوجه کشی استفاده میشه. دستگاه جوجه کشی که داریم پر سوراخ سنب است، یعنی کنار پیچ های در واقع این راکش، یعنی موتوری که میچرخه بهش میگن راک، روی داخل اون بعد در واقع این فلزی که این راک در واقع خود راک رو تشکیل میده، تمام داخلشو پایین کفش تمام سوراخ سنباهاشو شما با مسواک، چون دست منم نمیرسه تا اون انتها و چون این راک هست شما دستتون هیچ وقت تا انتها نمیرسه، موتورش رو اینا رو همه رو باید با یک ماده شوینده‌ای که وایتکس لطفا نزنید به خود داخل دستگاه، چون بوش میمونه، اگر بوش بمونه حتی اگه یک دو روزم باز بذارید بازم یه حالتی داره که خب خیلی چون بوی تندی داره ممکنه بمونه، هم خودتون رو اذیت میکنه هم برای جوجه ها مشکل ایجاد میکنه. از یک شوینده حالا نسبتا قوی که بتونه باکتری ها اینا رو از بین ببره استفاده بکنین و بعدش هم حتما با یه دستمال خشک پاک کنید اون حالا کفی که به وجود اومده و اون مایعی که بهش زدین رو حتما از همه قسمتاش پاک کنید، داخلش رو کامل پاک کنید، تمیز کنید، بیرونش رو کامل تمیز کنید، چرخ‌ها کاملا تمیز باشن. قبل از اینکه اصلا شروع کنید به فرچه زدن و اینا میتونید از جاروبرقی استفاده بکنید یا اینکه از دستگاه پمپ هوا میتونید استفاده بکنید، کاملا تمام پرهای اضافی، چون جوجه وقتی در میان تمام این پرهای کوچولوشون اونجا گیر میکنه بین پرهای این موتور دستگاه در واقع هیترش، اینا رو حتما تمیز کنید، سیم ها رو حتما تمیز کنید. اگر دستگاهتون به شکلی هستش که سنسور دماش داخل فیتیله قرار میگیره و اون فیتیله داخل یک ظرف آب قرار میگیره، ظرف آب رو کاملا ضد عفونی کنید، آب مقطر توش استفاده کنید یا آب جوشیده حتما تمیز کنید، اون فیتیله رو عوض کنید اگر میبینید خیلی کثیفه، یا بشورید دوباره بذارید. متعلقات دستگاه،
مثل سینی ستر. این رو حتما بشورید، اینا رو میتونید با وایت اکس بشورید، کاملا داخل آب غوطه ور بکنید و اون سبدهای هچر رو کاملا داخل آب غوطه ور بکنید، همه قسمت ها شسته بشه و داخل آب غوطه ور بشه، آب و در واقع مواد شوینده، و بعدش به صورت کاملا تمیز آبکشی بکنید، با آب تمیز آبکشی بکنید و بذارید که کاملا خشک بشن، سپس برای داخل دستگاه استفاده بکنید. پس من خیلی تاکید دارم سر این قضیه تمیز بودن، به خاطر اینکه واقعا مثل یک دیواری میمونه که اگه شما اولین آجرش رو کج بذارین بقیهش هم تا آخر کج میره. پس بنابراین اول با تمیزی دستگاه و محیطی که توش هست شروع بکنید و بعدش بریم با هم مرحله به مرحله توی ویدیوهای بعدی کارهایی رو که من انجام میدم رو حتما ببینید و دنبال بکنید. امیدوارم که بتونید یک جوجه کشی بسیار خوبی رو داشته باشید و یک تجربه بسیار جالبی رو انجام بدید. اگر از دستگاه بخور استفاده میکنید که حتما اطمینان پیدا بکنید که دستگاه بخور سالمه. البته اینو دارم میگم برای دستگاه جوجه کشی بزرگه که دستگاه بخور جدا دارن. ولی دستگاه های جوجه کشی کوچیک مثل دستگاه جوجه کشی من فکر میکنم تا 126 تایی یا نمیدونم تا 300 400 تایی فکر کنم با آب کار میکنه. حالا نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم. ولی دستگاه من که هست یک سینی آب داره پایینش و اون آبو میذاریم، وقتی گرمای هیتر میخوره بهش اون آب تبخیر میشه، در واقع بادش که میخوره اون آب تبخیر میشه و رطوبت مورد نظر رو تامین میکنه. اگه بخوام از تنظیمات دستگاه هم بگم، تنظیمات دستگاه بلدشین دماوند هست، اگر بخواین یه ویدئوی راجبش میذارم، ویدئوش خیلی کوتاه میشه در حد یه دقیقه، ولی فقط اینو بگم بهتون که دمای مورد نیاز توی قسمت ستر که 18 روز هست برای جوجه درآوری 37.7 درجه هست دقیقاً و رطوبت مورد نیاز 60% هست. توی دستگاهتون اینا رو باید وارد کنید. برای قسمت هچر که 3 روز آخر هست، یعنی 19، 20 و 21 که راک خاموش میشه اینجا، یعنی حرکت تخم مرغ دیگه نداریم، اینا رو کامل توضیح میدم حالا در قسمت های بعدی، دمای مورد نیاز برای هچر 37.2 هست و رطوبت مورد نیاز 70% رطوبت هست. امیدوارم که از توضیحات بنده لذت برده باشیم و بتونید در جوجه کشیتون ازش استفاده بکنید. مرسی که ویدیو من رو تا آخر تماشا کردین. اگر ویدیوم رو دوست داشتین حتما لایک کنید، کانالم رو سابسکرایب بکنید تا قسمت‌های بعدی جوجه کشی با من حتما براتون آپلود میشه و ببینید. زنگوله رو فعال بکنید که هر وقت ویدیو جدید اومد بتونید خبردار بشید. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.